8 ماه و نیم هست که دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد برگزار میشه. وی متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان 67 هست. حمید نوری در بخشی از بازجویی خودش در جلسه 86 دادگاه ادعا کرد که کتاب جعفر یعقوبی به نام مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی راه پرفراز و نشیب در دو نوبت چاپ شده. وی مدعی شد که نامش در زمان چاپ دوم این کتاب که پس از دستگیری او بوده به عمد اضافه شده. حمید آرامیده با حمید مهدی پور مدیر انتشارات فروغ و مسئول پخش این کتاب در سال 2015 مصاحبه‌ای داشته و در مورد ادعای آقای نوری از او پرسیده. آقای مهدی پور، حمید نوری در بخشی از بازجویی خودش دیروز ادعا کرده که کتاب جعفر یعقوبی به اسم مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی در دو نوبت چاپ شده. من میدونم که شما پخش کننده این کتاب بودید. آیا این موضوع رو تایید میکنید؟ میتونید مقدار توضیح بدید در مورد کلن انتشار این کتاب؟ خیر، تا اونجایی که من اطلاع دارم، به هر حال به عنوان کسی که و مجموعه‌ای که منم توش هستم، انتشارات فروغ و پخش کننده کتاب بودیم، این کتاب فقط یک دفعه و در دو جلد چاپ شده، یعنی جلد اول و دوم داشته و طبعا هر دو جلد با هم بوده و در سال 2015 در شهر کن در چاپخانه دوستم آقای باقر مرتضوی این کتاب چاپ شد. چرا شما در فقط جلد اول در واقع شناسنامه کتاب رو گذاشتید؟ چرا جلد دوم نیستش؟ چون آقای نوری ادعا میکنه این اصلا شناسنامه ای نداره جلد دوم و کلن چاپ دومه و بعد از دستگیری او این چاپ شده، این چاپ دوم که شما میگید جلد دوم هست. این معموله که مثلا کتاب هایی که چند جلدن، فرض کن 4 جلد حتی 5 جلد، بیشترین در واقع توضیحات شناسنامه‌ای در جلد اول میاد. البته ایراد هست که در جلدهای دوم باز هم یه توضیحاتی نیاد، ولی مثلا وقتی که تو جلد اول تو شناسنامه کتاب بیاد که این کتاب 2 جلده، مثلا 2 جلد قیمتش فرض کنید همه جا اعلام شده 35 یورو، معنی اینه که این کتاب اینجوری نیست که الان جلد اول در اومده بعد مثلا میخواد در یک زمان دیگه جلد دوم در بیاد. خب در این صورت اصلا ما اعلام نمی کنیم که قیمت کتاب فرض کنید 2 جلد 35 یورو، یا اعلام نمی کنیم که 2 جلد مثلا 780 صفحه است، چون که خب باید وایسیم ببینیم جلد دوم چه تعداد صفحاتی داره. بنابراین این از یه لحاظ راستش این یه نقصه که توی جلد دوم تو شناسنامش اصلا اگر هیچی نیست، چون متاسفانه واقعا کتاب دم دست منم نیست الان بتونم به شما بگم، ولی به سادگی میشه از اون نوع کاغذ و کهنگی کتاب، یعنی اگه 2 جلد رو کسی پلوی هم بذاره بلافاصله، اگه کسی کارشناس باشه مثلا من این توانایی رو دارم بلافاصله تشخیص بدم آهان اینا در یک زمان چاپ شدن. و دوتا کتاب من میدونم که هم من هم همکارای دیگم در کتاب آیدا در بخوم یا در نشر فردوسی در استوکهلم، که الان هم خب تو استوکهلم حتی شاید ممکن حتی کتاب هم هنوز تو کتاب فروششون باشه، و یا مثلا شرکت کتاب در آمریکا بیژن خلیلی، همکارای که الان تو ذهنم میان، اینا همه میتونن تعریف کنن که این کتاب رو در سال 2015 همشون از طریق انتشارات فروغ دریافت کرد.